توجه میکنیم به مصاحبه که به مناسبت روز زن از طرف رادیو با عده ای از مردم در عمل آمده بود و قسمتی از اون رو که با یک هموطنی آذربایجانی این مصاحبه به عمل آمد و متاسفانه غیر قابل پخش اعلام شد، ولی خب دوستانی که تو کار تهیه کنندگی بودن لطف کردن یک کپی شما دادن، این رو توجه میکنیم که به سال نظر یه هموطن رو در بودن زن چی هستش و زن نمونه به کی اطلاق میشه. شما فکر میکنید زن در جامعه امروز ما چه نقشی باید داشته باشه؟ واقعا چه نقشی داره؟ مرحله اول خانه‌داریش، یعنی خریدی که میخواد بکنی، جنس‌های خوب بخری، عرض کنم سیب درشت بخری، پرتقال خوب بخری، اون پولی چی مرد در میاره حیفی مل نباشه. بهتر کورتیزی، یا مثلا شوهر میرین کار میکنه، موقع برگشتن تاینه، تای را باید درست بذاره، چی شوهر اومد مرتب تای گشن بخوره، عهدهدار خوب و گشنج و تمیز. از همه مهمتر شوهری چی صبح میخواد سرکار بره سرکار، خوابش بره بره سرکار داره، این میخوابه از لحاظ خستگی اینا، این زن آب نریزی روش، داد نکنی، بیداد نکنی، چی بابا بلنشو برو دیگه، چه خبر خوابیده، در صورت که اون نظر نمیگیره که این بدبخت بیچارا شب روز کار میکنه، صبح یه خورده میخواد بخوابه و ناز پروردش دلش میخواد زنش همچین که دلش میخواد خوب باشه، زنش مثلا ناز پروردش کنه، آقا بلند شو فیلان برمدن دیگه، این از اول صبح پچر نرس توی اداره یا کارگاه یا کارگاه هر کجا بری، چون اگر صبح یعنی زنش به شوهرش برخاشی کرد و داد فریاد کرد، این تا شب نمیتونید، اصلا نمیتونید کار کنی، بله با لغت بیدار نکنی، آب نریزی، این قشن تایه بذاری بچه ها را بیدار کنه، خودش بیدار کنه قشن تایه بکنن و حال بیا. بله به نظر شما یک زن کامل، یک زن واقعی به چه زنی میشه گفت؟ زن کامل از خواب بیدار شه، تای بذاری، بده نون بگیره، عرض کنم سینسای خوب بخری، تخم مرغ درشت بخری، عرض کنم سیب درشت بخری، پرتقال خوب بخری، عرض کنم شیر بگیره بیاره بپزه، شوهرش با ناس بیدار کنی دیگه، لاف ور نداری، عرض کنم آب نریزی روش، آب بریزه که از خواب بیدار کنه، آب بریزه، آره دیگه آب میریزه از بیدار میشه، اون وقت این خیال میکنه یه خواب دیده. مثلا بره بازار غذای خوب بخری، گوشت یخ زده نخری، گوشت خوب بخری، یعنی اون پولی چی در دستش میخواد خرج کنه هیوی میل نباید باشه، جنسای خوب بخری، شوهرش هم همین راضی میشه دیگه. به نظر شما چرا میگن ازدواج کردن و بهش میگن زن گرفتن، نمیگن فرزند مرد گرفتن؟ والا این قدیم قدیم البته زن گرفتن خوب هیچ وقت تاریخ نشون نداره که بگن چه زن مرد گرفتن، بران چی زن میگیرن خوب زن زنه دیگه، نه این دیگه والا دیگه بچی بین مردم متداول هست که به ازدواج کردن میگن زن گرفتن. به نظر شما چرا میگن زن گرفتن، نمیگن فرزن مرد گرفتن؟ بران چی این زنه عرض کنم مرد خواستار زن میده، یعنی خواستای چی میخواد عروسه بکنه، هیچ گونه تاریخ نشون نداد چه زن به مرد برسید. چرا نمیشه؟ والله این اولی که ما به قول دنیا اومدیم همینطور به ما گفتن چه زن گرفتن، چون نمیشه چه مرد گرفتن باشی. چرا نمیشه؟ نمیشه، خب مرد مرد، زنم زنه، زن گرفتن یعنی با رفتی مثلا فرض کن یه نفری عروسی کرده زن گرفته، حالا نشد که بگم مرد گرفت، ایرادش این نیست که خوب اون زن خواستار زن میره دیگه، مرد نمیتونه، زن نمیتونه که به مرد بره. چه ایرادی داره به نظر شما؟ ایرادش خودت هم میدونی ایرادش چیه، برای این چی این نمیتونه دیگه، این مردی آخه،
زن گفته مرد گفته خوب اون زنه این مرده ایبیشید خوب از لحاظ بدنی البته ایبی داره از لحاظ چی؟ از لحاظ بدنی نه این دیگه وامنا دیگه بچی